شیباینو در یک قدمی جهانی شدن. بیشترین مقدار هولد شیبا توسط یک نهنگ تا به امروز. رویدادهای هیجان انگیزی برای شیبا در راه است. با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار مربوط به شیباینو رو از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کنارش حتما فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید. رویدادهای هیجان انگیزی برای شیبا در راه است. ویلیام یک متخصص با تجربه در حوزه بازی‌های دیجیتال که مشاور اصلی بازی‌های اکوسیستم شیبا مبتنی بر توکن‌های غیر قابل تعویض NFT نیز است. رویدادهای جدید و هیجان انگیزی را برای شیبا پیش بینی کرده است. این پیشکسوت دنیای بازی پیام خود را در قالب پاسخی به توییت اکانت رسمی شیبا که ویدیویی از یک طوفان ابری را منتشر کرده بود به اشتراک گذاشت. در نوامبر 2021 تیم شیبا ویلیام را به عنوان مشاوری که مسئولیت هدایت بازی‌های مجموعه شیبا را دارد معرفی کرد. در یک حرکت مثبت جدید، شیبا یک استودیوی شبیه‌سازی در کلاس جهانی را برای طراحی ساخت پروژه متاورسی خود انتخاب کرده است. تیم متاورس و مشاوران این شرکت تحت مدیریت شیبا محیط جدیدی تولید خواهد کرد تا جامعه شیبا حرفی برای گفتن داشته باشد. شرکت TTF بزرگترین شرکت تولید محصولات است که در حوزه ساخت بازی‌های ویدیویی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و سرگرمی‌های مبتنی بر آنها فعالیت می‌کند. شیباینو در یک قدمی جهانی شدن. با رفتن شیباینو به مکزیک و فیلیپین به نظر می‌رسد که این ممکنه محبوبی قدم پذیرش جهانی نزدیک‌تر شده است. طبق گزارش‌ها پذیرش شیبا در سراسر جهان در حال افزایش است. برای مثال این ارز دیجیتال در کوینزیک صرافی رمزارزی مستقر در فیلیپین لیست شده است. این صرافی مورد تایید بانک مرکزی فیلیپین بوده و حدود 16 میلیون کاربر دارد. به عبارت دیگر شیبایی شبه در دست 16 میلیون کاربر جدید قرار گرفته است. علاوه بر این یک دانشگاه در مکزیک اعلام کرده که پرداخت هزینه‌های تحصیل را در قالب 34 ارز دیجیتال از جمله شیبا می‌پذیرد. برای این منظور این دانشگاه با صرافی بیتو همکاری می‌کند. این موضوع هم به نوبه خود کاربرد این میمکوین را گستره شده و پذیرش آن را در سراسر جهان افزایش می‌دهد. بیشترین مقدار هولد شیبا توسط یک نهنگ تا به امروز. پلتفرم تحلیل داده‌های ویل که بر روی 500 کیف پول برتر در چندین شبکه از جمله اتریوم و بایننس متمرکز شده است، گزارش داده که یک نهنگ اتریوم مقدار بسیار زیادی از شیباینو را خریداری کرده است. این نهنگ در مجموع 150 میلیارد شیبا خریداری کرده است که در حال حاضر 2 میلیون دلار ارزیابی شده است. با این حال به نظر نمی‌رسد که این خرید تأثیری بر قیمت شیباینو گذاشته باشد. نهنگا بیش از هر آلتکوین دیگری که مبتنی بر اتریوم است، شیبا را هولد می‌کنند. بر اساس گزارش‌های این پلتفرم، شیبا در لیست 10 ارز دیجیتالی که توسط نهنگ‌های اتریوم خریداری شده است قرار گرفت. ارز دیجیتال شیباینو در حال حاضر بارچه بازار حدود نزدیک 6 میلیارد دلار در رتبه 16 بازار قرار داشته و سهم 56% از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از شیباینو در این لحظه با قیمت 0.4 تا 0.10 دلار با احتساب نرخ تزر 32848 تومان نزدیک 1 تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن 86 میلیون دلار است. قیمت در 24 ساعت اخیر نزدیک 8% کاهش یافته است. بالاترین قیمت شیباینو در تاریخ 6 شعبان 1400 معادل 0.4 تا 0.8 دلار بودی که همینک 88% پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش شیباینو 549 تریلیون و تعداد کل واحدهای آن 589 تریلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال‌ترین صرافی که در آن شیباینو معامله می شود صرافی بایننس با 16% از حجم معاملات روزانه است. در حال حاضر تغییرات یک ساعته، یک روزه، 7 روزه، 30 روزه، 60 روزه و 6 ماهه روند نزولی داشتند، ولی تغییرات 14 روزه و 1 ساله روند سودی داشتند که مطمئناً تغییرات یک ساعته، یک روزه، 7 روزه، 30 روزه، 60 روزه و 6 ماهه که روند نزولی داشتند در آینده به روند سودی تبدیل خواهند شد. نگاهی کلی به وضعیت امروز بازار رمزارزها. پس از تعطیلات آخر هفته نسبتاً آرام که در آن بیت کوین حدود 23 هزار دلار بود، این دارایی کاهش یافته به پایین‌ترین سطح 6 روزه رسید. آلتکوین‌ها نیز امروز وضعیت جالبی نداشتند و کاهش یافتند و اتر و ماتیک بیش از 5% سقوط کردند. بیت کوین به زیر 22 هزار دلار سقوط کرد. چهارشنبه گذشته بیت کوین به بالای 24 هزار دلار رسید تا بالاترین قیمت خود را در بیش از یک ماه گذشته نشان داد. این ارز دیجیتال در یک روز بیش از 2000 دلار از دست داد، زیرا مشخص شد که تسلا بیشتر دارایی بیت کوین خود را در 3 ماهه دوم سال فروخته است. در ابتدا بیت کوین کمی بهبود یافت و به قیمت 23 هزار دلار در آخر هفته وارد شد و سپس بعد از 2 روز قیمت برگشت. با این حال سایه فروشندگان چند ساعت بعد دوباره کنترل بازار را به دست گرفتند و بیت کوین کاهش یافت. در نتیجه این ارز دیجیتال بیش از 1000 دلار سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح 6 روزه زیر 22 هزار دلار رسید. در حال حاضر بیت کوین هنوز در این منطقه با مشکل مواجه است و ارزش بازار آن به 420 میلیارد دلار کاهش یافته است. آلتکوین‌ها در منطقه قرمز. آلتکوین‌ها در طول هفته در حال رشد بودند که در 2 روز گذشته متوقف شدند و اکنون در منطقه قرمز و کاهش هستند. اتریوم از 1000 دلار به بیش از
1500 دلار رسید و دیروز نیز در همان جا ایستاد، اما اکنون کاهش روزانه 5% دومین ارز دیجیتال بزرگ را واجه شده است. کاردانو، بایننس، کوین، دورج کوین و شیبا اینو نیز اکنون در وضعیت قرمز قرار دارند. آوالانش تقریبا 9% کاهش یافته است و نزدیک به زیر 20 دلار رسیده است. وضعیت آلت کوین ها نیز مثل بیت کوین میباشد. به این ترتیب جای تعجب نیست که هرچه کل بازار کریپتو در یک روز 50 میلیارد دلار از دست بدهد و اکنون کمی بیش از 1 تریلیون دلار است. تسلا سود 64 میلیون دلاری خود از فروش بیت کوین را گزارش کرد. تصمیم شرکت تسلا برای فروش بیشتری دارایی بیت کوین خزانه این شرکت در سه ماهه دوم سال، حتی در زمانی که ارزهای دیجیتال در بازار نزولی سقوط کرد، درآمدی برای این شرکت به همراه داشته است. بر اساس فرم رسمی ثبت شده در کمیسیون بورس و اوراق ایالات متحده، در 6 ماه نخست سال 2022 تسلا 170 میلیون دلار ضرر ناشی از تغییرات ارشد دفتری دارایی بیت کوین خود را ثبت کرد. اما پس از آنکه 75% از ذخیره بیت کوین را در سه ماهه دوم به فروش رساند، این شرکت به سود 64 میلیون دلاری دست یافت. زیان کاهش ارزش زمانی رخ می‌دهد که ارزش منصفانه دارایی نگهداری شده توسط یک شرکت کمتر از ارزش دفتری سرمایه‌گذاری باشد. گفتنی است که تسلا هنوز 10800 بیت کوین در خزانه خود دارد که در حال حاضر حدود 237 میلیون دلار ارزش دارد. NFT دوج کلاهبرداری از آب درآمد. سقوط 99% قیمت در 24 ساعت. دادهای کوین بیس نشان می‌دهد که قیمت ارز دیجیتال تدی دوج در 24 ساعت گذشته بیش از 99% سقوط کرده است. به گفته شرکت امنیتی این پروژه نرم بوده است. این شرکت می‌گوید قیمت تدی دوج را شخصی توصیه دهنده قرارداد هوشمند این توکن پامپ و دامپ کرده است. شخصی که پشت این راگ پول بوده توانسته با 10000 توکن بی ام بی و 2 میلیون استیبل کوین هر چه مجموع حدود 4.5 میلیون دلار کنه. دانشگاه توکیو در متاورس دوره‌های آموزشی برگزار خواهد کرد. دانشگاه توکیو از پایان سال 2022 دوره‌های آموزشی و تحصیلی مختلفی را در متاورس برگزار خواهد کرد. طبق گزارشی که امروز توسط رسانه خبری منتشر شده است، این دوره‌های آموزشی برای دانش آموزان دبیرستانی، دانشجویان دانشگاه و افراد شاغل برگزار خواهد شد. افرادی که این دوره آموزشی را به پایان برسانند از سوی دانشگاه گواهی نامه دریافت خواهند کرد. مارک، تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال توسط کمیسیون بورس و اوراق آمریکایی کابوس خواهد بود. سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در توییتی نسبت به عملکرد کمیسیون بورس و اوراق آمریکا به خاطر عدم شفافیت نظارتی و نحوه اقدام این نهاد در زمینه پرونده معاملات مخفی کارمند کوین بیس که به اعلام توکن به عنوان اوراق ثبت نشده منجر شد انتقاد کرد. مارک، میلیاردر ارزهای دیجیتال و مالک باشگاه بسکتبال، نیز در واکنش به توییت سناتور نظارت بر ارزهای دیجیتال را کابوسی برای این سند خواند و نوشت: آیا فکر میکنید این بد است؟ منتظر بمانید تا ببینید که آنها برای ثبت توکن ها چه خواهند کرد. این کابوسی است که در انتظار سند ارزهای دیجیتال است. در غیر این صورت چگونه هزاران وکیل استخدام میکنند و دلایل تازه‌ای برای درخواست پول بیشتر از مالی دهندگان آمریکایی خلق میکنند؟ اگر از این ویدیو خوشتون اومد و من کانال یوتیوب ارزهای دیجیتال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کانال رو فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.